درود بر شما علی فیزی هستم خیلی خوش اومدید به چنل داکیو دراما توی ویدیوی قبلی من راجع به سازمان های اطلاعاتی افغانستان تا سال 2021 گفتم و حالا این ویدیو راجع به سازمان اطلاعاتی امنیتی طالبان فرماندهی عمومی استخبارات طالبان و افغانستان حالا توی این ویدیو من قصد دارم اول یه سری اطلاعات تازه و نو بدم بهتون راجب به شبکه حقانی نو که میگم برای ما ایرانی ها دیگه برای بچه های افغانستانی مخاطبان افغانستانی عزیز که میبینن برای اونا احتمالا نو نیست ولی برای ما خیلی چیزها رو نمیدونستیم توی رسانه های مثلا داخلی اومن خیلی حرفی از اینها زده نمیشه حالا به خاطر عدم اطلاع یا نمیخوان حالا به هر دلیلی خیلی هاشون نمیدونیم ما که چه اتفاقاتی اون پشت پرده داره میفته توی طالبان این شبکه حقانی اصل قضیه کارهای اطلاعاتی امنیتی توی طالبان برای شناخت این سازمان استخبارات و کارهای اطلاعاتی که طالبان داره انجام میده توی افغانستان اول باید شبکه حقانی رو خوب بشناسیم به همین خاطر من اول اینو خوب معرفی میکنم بهتون بعد میریم سراغ سازمان استخبارات امارت اسلامی افغانستان و نهایتا هم راجع به چالش هاشون صحبت میکنیم که با چه گروه در جنگن با فعالان مدنی و مثلا فعالان حوزه زنان یا با دولت اسلامی شاخه خراسان یا با حال خیلی های دیگه طالبان پاکستان و گروه های دیگه پس راجع به همه اینها صحبت میشه توی این ویدیو حتما تا پایان ببینید مطمئنا درک تازه‌ای به خیلی از شما عزیزان میده این ویدیو راجع به افغانستان و طالبان خیلیاتون بدونید اطلاعاتتون حتی کاملتر از منم باشه اما مطمئنم برای خیلیاتون تازگی داره و جذابه و از دست ندید این ویدیو رو خیلی ممنونم و تا پایان همراه من باشید طالبان از 1996 تا سال 2001 برای اولین بار میاد توی افغانستان و قدرت رو در دست میگیره بعد از اون جنگ هایی که داشتن با شوروی تو دهه 80 و امریکا و پاکستان و عربستان هم اینها رو حمایت میکردن خصوصا ISI و CIA و خب اینا تونستن عملا شوروی رو شکست بدن دیگه حالا دهه 90 قدرت دست این هاست تو اون سالها ملا محمد عمر فرمانده و بهتر بگم رهبر طالبان بود چهره اصلی طالبان بود در کنارش یه چهره دیگه بود به اسم جلال الدین حقانی این آدم نفر دوم طالبان بود یه وزارت خونه هم داده بودن بهش و اون موقع مثلا راجع به حقانی ها خیلی حرف خاصی زده نمی شد اون موقع اصلا شبکه حقانی وجود نداشت ولی و خب میدونستن چند تا پسر داره مثلا خطری از لحاظ اون تهدید نمیکرد طالبان رو تا اینکه 2001 آمریکا ناتو حمله میکنن و بسیاری از اینها فرار میکنن میرن خود جلال الدین حقانی 2001 فرار میکنه میره میرانشاه پاکستان و اونجا ازش محافظت میشه توسط نیروهای ISI پاکستان پول زیادی هم داشته چون این توی دهه 80 جزء کسانی بود که با شوروی جنگید و مشهور شده بود به فرزند CIA یا فرزند چشمابی CIA حتی بهش میگفتن و پول زیادی به دست آورده بود اون حجم سرمایه‌ای که CIA از طریق ISI در اختیار اینها قرار میداد بخشیش رو حداقل همین حقانی تونسته بود برای خودش برداره جلال الدین حقانی و قدرت داره خانواده بزرگی هم داره کلی پسر داره که پسر ارشدش سراج دین حقانیه که الان دیگه همه کار است و این نهایتا 2014 میمیره و تا مدتها هم قبرش اصلا کسی نمیدونست کجاست و اینها حالا کاری با خود جلال الدین نداریم این فقط بنیانگذار این شبکه بود سال 2002 توی پاکستان ب... وقتی که از 2002 به بعد هم میرن توی پاکستان این مجبور بود مخفیانه زندگی بکنه جلال الدین به خاطر همین از همون سالها سراج حقانی یه جورایی میشه مثلا چهره مهم این شبکه و حالا وقتی میگیم شبکه منظور چیه چرا مثلا اینقدر ازش اسم هست ببینید اینها یک تایفن بهتره بگیم که فامیلی هاشون هم همه حقانیه اکثرا هم به خاطر فعالیت هایی که داشتن توی سالها مثلا حمله می کردن به مراکز نظامی آمریکا مراکز نظامی ناتو به جمهوری افغانستان حمله می کردن. بسیار از اینها دستگیر شدن و سال ها بعد مبادله شدن با زندانیان آمریکایی خیلی از اینها توی گوانتانامو بودن و پول دارن صدها میلیون دلار اینها تونستن پول جمع بکنن حالا میگم از چه و قدرت دارن توی بسیاری از قبایل پشتون اینها نفوذ دارند و به همین خاطر الان تحلیلگرها این رو میگن میگن یک کودتای خزنده ای انگار توی طالبان دار رو رخ میده ببینید الان طالبان الان که از 2021 اومد روی کار اینا یه هبت الله آخونزاده رو دارن که رهبر طالبانه دو تا معاون داره یه محمد یعقوب یه سراجدین حقانی قبلا هم گفتم تو ویدیوی قبلی پشتون ها که مرکزشون توی شرق و مقداری جنوب افغانستانه دقیقا مرز با پاکستان پشتون ها اونجا خیلی قوی هن. و مرکز حمایت مردمی طالبان هم بیشتر تو اون منطقه است که دست پشتون هاست حالا این پشتون ها به دو گروه تقسیم میشن دورانی ها و قلزایی ها یا قلجایی ها های مختلفی دیدم حالا کاری به اونش نداریم خود زاده به رهبر طالبان از دورانی هاست دوتا معاونی که داره از قلزایی ها یا قلجایی هاست یعنی یه ببینید قشن قدرت تقسیم شده دیگه مجبور شدن که به اینها قدرت بدن توی طالبان قبلی تا سال 2001 حقانی فقط یک وزارت خونه داشت الان حدودا چهار تا وزارت خونه گفته میشه دست حقانی هاست و سازمان اطلاعات افغانستان هم که دست همین هاست اداره گذرنامه خصوصا چون راجب همین اداره گذرنامه هم حالا خیلی حرف و حدیث هست آمریکا از اینها تعهد گرفت که با القاعده به هیچ عنوان ارتباط نداشته باشید یکی از تحلیل هایی که دوباره گفته میشه راجع به اینها میگن اگر اداره گذرنامه دست شبکه حقانیه پس احتمالش هست که اینها هر کی رو بخوان وارد کنن هر کی رو بخوان خارج بکنن این مسئله مهمی حالا در ادامه یکی یکی اینها رو بررسی میکنیم بنابراین اون تیم امنیتی و تیم همه کاره طالبان میشه گفت الان شبکه حقانیه و اینها دارن کم کم انگار خودشون رو از اون بدنه سنتی طالبان جدا میکنن تا بیان خودشون رو مطرح کنن اگرچه توی هیچ مصاحبه ای اسم نمیارن از شبکه حقانی انس حقانی یکی از مثلا چهرهای مهم این هاست تو هر مصاحبه ای گفته که آقا ما اصلا اس چیزی به اسم شبکه حقانی نداریم اخیرا با اشبیگل آلمان مصاحبه کرد گفت شبکه حقانی وجود نداره ما یک طالبان یک پارچینگ این رو میگن در ظاهر چون به شدت موزیان به شدت آدم های نخبه های اطلاعاتی هن. توی گوانتان هم خیلی چیزا یاد گرفتن هن. به همین خاطر انتظار نمیره خودشون تایید بکنن ولی اون چیزی که مشخصه اینها در حال یک کودتان مثلا راجب سراجدین حقانی بارها این حرف زده شده که توی اون این وزیر داخل است سراج الدین. توی جلسات کابینه وقتی برگزار میشه کمترین حضور رو داشته نمیخواد اطاعت پذیر باشه از رهبر طالبان و مثلا خودش جداگانه میره با بسیاری از توی خیلی از ولایت ها میره با فرماندهان نظامی با سرای سران قبایل جلسه میذاره قشنگ معلومه داره کم کم افراد رو جذب خودش میکنه و لقب خلیفه رو هم گرفت چون لقب امیرالمومنین مال آخونزاده است دیگه لقب خلیفه رو اینا یه جوری مثلا اینجوری من در آوردی بود فقط برای اینکه یک موازنه ای برپا بشه اینا رو گفتم تا بدونیم این شبکه حقانی قشنگ کم کم داره خودش رو میاره بالا از همه مهمتر امنیت کابل رو هم اخیرا یکی از همینها به دست گرفت و این یه زنگ خطر حتی برای خود تالبانیها. ها حالا میخوام اینو بگم که چه این شبکه حقانی قدرت گرفت توی سال تقریبا 20 سال جمهوری اسلامی افغانستان روی کار بود دیگه و توی ویدیو قبلی هم این سوال رو من مطرح کردم که چطوری اینا نتونستن طالبان رو بزنن و چطوری تالبان اینقدر قدرت گرفت در حالی که قدرت دست مثلا امثال کرزای و نمیدونم اشرف غنی و اینها بود حالا این رو یکی از افسران NDS سازمان اطلاعات افغانستان قبل از 2021 تو یکی از مصاحبهاش یه حرف خیلی جالبی زده یه تحلیلی ارائه کرده لینک مصاحبه رو براتون میذارم توی دیسکریپشن برید بخونید این مصاحبه رو ناشناسه دیگه این افسر NDS ناشناسه اسمی ازش نیست خیلی جالبه میگه من سالها داشتم اینها رو دنبال میکردم همین رهبران شبکه حقانی رو و تحت تعقیب بودن اینها کاملا و ما اطلاعات زیادی از اینها به دست آوردیم عملا نتونستن کاری بکنن با این اطلاعات ولی اطلاعات به ما درک خوبی میده از شبکه حقانی میگه اینا سه تا هستن هسته اول هسته مالیه که همین انس حقانی که ازش اسم آوردم رهبر این هسته است کسی که اصلا با جنگ کاری نداره فقط تو کار مالیه میره از خیریه ها از تاجرین از قاچاقچیان به هر نوعی پول میگیره از شا... کشورهای خارجی مدت ها توی امارات و قطر و پاکستان بروبیا داشته نهایتا توی کشور دیگه گیر میفته که حالا اسمی از اون کشوری نیست و میفرسنش گوانتانامو آخر سر 2019 حدودا با یک استاد دانشگاه آمریکایی اینو تاخت میزنن آزاد میشه و وقتی هم میاد بیرون دوباره این هسته مالی رو قوی و قوی تر میکنه این یه هسته هسته دوم اون فرماندهان نظامی شبکه حقانیان که دارن پول در میارن اینا خودشون در واقع درآمد کسب درآمد دارن از چه روشی از روش قاچاق مواد قاچاق اسلحه آدم ربایی بارها آدم ربایی کردن اینها مثلا یک, یک بارش دیپلمات افغانستان توی پاکستان رو اینا رو فردی بود به اسم عبدالخالق فراهی اینا دزدیدنش و کلی پول از دولت افغانستان گرفتن یه بار یه عکاس ایتالیایی رو روبودن از این کارها زیاد انجام دادن و پولای زیادی گرفتن دو نفر که رهبران این هسته هستن خلیل الرحمن حقانی و ابراهیم حقانی این دو نفر چهره های نظامی هستند که از این طرقی که اسم بردن دارن پول در میارن برای شبکه حقانی این که گفتم اینا خیلی پولدار شدن بخش زیادیش مرهون همین هسته دومه و هسته سوم هم هسته عملیاتیه اینا خب کارهای انتحاری کارهای ترور خیلی یعنی هر جا که ردی از خشونت هست عملا همین هسته سوم شبکه حقانی پشتشه حالا نمیخوام خود طالبان رو سفید بکنم میدونیم کیان و چیان ولی این حرف گفته میشه که عموم خشونت هایی که از طرف طالبان تو همه این سال ها رخ داده همین شبکه حقانی پشتش بوده بدردین عبدالعزیز و نصیرالدین سه تا از اعضای خانواده حقانیه شبکه حقانیان که شده بودن همه کاری این هسته و دو تاشون من جمله بدردین توی همین حملات سالهای 2011-2012 جون خودشون رو از دست دادن این بدردین اینقدر چهره مهمی بود که یک گردان انتحاری حالا راه الان هم داره طالبان این گردان انتحاری رو اسمش رو گذاشتن گردان بدر میگن طالبان تنها دولتیه تو دنیا که گردان انتحاری داره این افسر راجب سراجرین حقانی یه چیز جالبتر میگه که نشون از هوش اطلاعاتی بالای این آدم داره میگه ما خیلی وقت بود که دیگه دنبال زدنش بودیم با پهباد با حالا تصاویر ماهواری همه جا دنبالش میکردیم و فقط منتظر یک فرصتی بودیم که این رو تنها گیر بیاریم ولی این آدم به بهترین شکل از سپر انسانی استفاده میکرد هر جا گیرش مینداختیم یا یه بچه روزانوش نشسته بود یا یکی از همسرانش کنارش بود آدما اطرافش بودن و هر بار میگه این همکاران خارجی ما احتمالا منظورش مثلا نیروهای CIA با خاطر مثلا حقوق بشر و مسائل انسان دوستانه نمیزدنش سراج دین رو میگه چندین بار فرصت پیش اومد که بزنیمش ولی به این خاطر که سپر انسانی اطرافش بود نتونستیم مثلا کاری بکنی و این رو هم بگم از اون دو فرماندهی که توی هسته نظامیانی بودن که پول در می آوردن یکیشون خلیل بود دیگه خلیل حقانی اون آدم میشه حاکم امنیتی کابل و این رو حالا میگن میگن اتفاق غیر ممکنه توی کابل رخ بده که حقانی ها ازش بیخبر باشن اینکه چرا چند بار توی کابل بعد از اینکه طالبان قدرت رو در دست گرفتن اتفاقاتی افتاد انتحاری زدن کارایی کردن اینم راجبش حرف است حالا وقتی به دولت اسلامی شاخه خراسان برسیم اونجا میگم جریان چیه چرا تو جایی که حقانی ها امنیتش رو در دست دارن این اتفاقات داره میفته ولی فقط بگم قدرت توی کابل عملا دست اینهاست چرا که اینها خودشون رو فاتح کابل میدونن میگن آقا اون تیمی که رفت کابل رو فتح کرد و کاخ ریاست جمهوری رو گرفت و اینها اینا نیروهای ما بودن بچه های ما بودن ما فاتح کابلی و اما سازمان استخبارات طالبان سازمانی که به CDI آی مشهوره به صورت مخفف و رئیسش همکارش عبدالحق وسیقه در مورد CDI طالبان مثلا اون اطلاعاتی که راجب خیلی از سازمان های اطلاعاتی امنیتی تو کشورهای مختلف هست به اینا در دست نیست که مثلا دقیق ما بدونیم چند تا نیرو دارن تو چه شاخه هایی چند تا معاونت دارن چی کارا دارن میکنن خیلی چون هم زود مثلا دو سال ترمین اومدن روی کار دو سال خورده و هم شاید نمیخوان نیه یه مدل خاصی اینها دارن کار میکنن و به قدری هم ابتدایی از لحاظ نوع مدیریت ها. توانشون یه جاهای خوبه یه جاهای بده ولی نوع مدیریت شبیه یک سازمان مثلا فوق مدرن اطلاعاتی نیست نمیشه طبیعتا CDI رو مثلا با MI6 مقایسه کرد ولی از طریق بررسی همین عبدالحق وسیق رئیس این سازمان و از طریق چالش ها و تنش های اطلاعاتی که داره و نحوه مواجهش با اونها میشه اطلاعات مثلا قابل قبولی به دست آورد راجع به اینها اول ببینیم عبدالحق وسیق کیه این آدم توی دوره قبلی طالبان تا 2001 معاون سازمان اطلاعاتی بود که اون موقع طالبان داشت مثلا الان نبود سازمان اطلاعاتیش این طور اسم خاصی هم نمون استخبارات مثلا طالبان میگفتن ولی معاونش بود اون موقع و وقتی حالا امریکایی ها حمله میکنن 2001 میزنن اینها رو این آدم عبدالحق وسیق 2002 دستگیر میشه میفرستنش گوانتانامو تا 2014 توی زندان گوانتانامو میمونه شماره سریالش هم اونجا چهار بوده و میدونستن چهره مهمیه حالا 2014 خب دولت اوباما خیلی داشت تلاش میکرد هر طور شده باب مذاکره رو باز کنه و مثلا زندانی های آمریکایی رو از اینها بگیره پنج نفر آزاد شدن در ازای آزادی یک سرباز آمریکایی یکی از اون پنج نفر همین وسیق بود که آزاد شد خب اینکه چرا آزاد شده خیلی حرف در موردش هست چون اون چهار نفر دیگه گویا به اندازه این مثلا مهم نبودن این به حال یک مغز اطلاعاتی بود خیلی اهمیت داشت اینکه چرا آزاد شد توی منابعی که من بررسی کردم یه سندی هست که دلیل آوردن که چرا وسیق رو ما میتونیم آزاد کنیم مهمترین دلیلی که راجبش ذکر شده اینه میگه وسیق توی بازجویی هایی که ما ازش میکردیم گفته بود که من داشتم به شما کمک میکردم که ملا عمر رو دستگیر بکنید ملا عمری که رهبر طالبان بود و نهایتا چندین سال بعد سال 2013 این ها بود فکر میکنم توی بیمارستانی فوت کرد جونش رو دست داد در واقع میگه من اون موقع داشتم به شما کمک میکردم 2001-2002 حتی علاوه بر ملا عمر میگه من داشتم به شما کمک میکردم رئیس استخبارات طالبان رو هم دستگیر بکنید و اگر من رو 2002 دستگیر نمیکردید تا الان من کمکتون کرده بودم این دو نفر رو گیر بندازید این خیلی مهم ها گویا این وقتی فاش میشه خیلی ها توی طالبان به اینها بدبین میشن حقانی ها مشکلی گویا باهاش ندارن چرا که چهره ای که استفادهشون رو دارن میبرن ازش همین آدم 2014 وقتی آزاد میشه تو دوهه قطر آزاد میشه و قطر به اینها یه اقامتی میده که کم کم اون تیم مذاکره کننده رو مثلا اینجوری تشکیل بدن اونجا و نزدیک به ملا به عبدالغنی برادر عبدالغنی برادر که رئیس دفتر سیاسی طالبان توی دوهه بود و مذاکره کننده ی طالبان بود یعنی چهره میشه گفت برعکس خیلی های دیگه توی حقانی که تندروان این میانه روه و اهل تعامل حتی میگن ترمی، وسیق رئیس استخبارات طالبان طرفدار معامله و مذاکره با غربه این خیلی نکته مهمیه برای کسی که رئیس استخبارات طالبانه و به شدت آخونزاده رهبر طالبان بهش بدبینه میگه تو یعنی جزء تحلیلاست دیگه مثلا مدرکی ازش نیست ولی تحلیلا این رو میگن که بدبینه که این داره با آمریکایی مثلا ساخت و پاخت میکنه مهر پارسال 1401 بود که با معاون CIA دیوید کوهن و فرستادی ویژه ریاست جمهوری رسیق رفت نشست مذاکره کرد و یک سری مثلا قولا داد یک سری قولا گرفت آمریکا قول داد که از گروه های مخالف طالبان حمایت مالی نکنه من جمله جبهه مقاومت که احمد مسعود رهبرشه یعنی توی مذاکره آدم یه توانمندیه و جالبه که همچین کسی شده رئیس سی دی آی رئیس استخبارات دوتا معاون هم داره یکیش تاج میر جواده که این داره همون گردان بدری رو یا گردان بد رو توسعه میده همون گردان انتحاری و یکی هم رحمت الله نجیبه اینا مثلا معاونانشن که دارن سی دی آی رو میچرخونن با هم دیگه حالا از اینجا بعد راجبه چالش های سی دی آی میگم و نحوه مواجهه سی دی آی استخبارات طالبان با اینها که ببینیم چه جوری دارن کار میکنن اولیش جبهه مقاومت ملیه که احمد مسعود رهبرشه که وقتی رو وقتی افغانستان رو این طالب ها تونستن گیر بندازن در یه پنشیر که مرکز مقاومت اونها بود تا مدت ها نفوذ ناپذیر بود جلوی طالبان و نهایتا که دیگه طالبان تونست نفوذ کنه توی پنشیر احمد مسعود فرار کرد رفت یک کشور دیگه تا الان هم اسمی نیاورده رسما از این کشور حالا گمان زنی های هست که فلان کشور به کشور ولی خودش هیچ وقت نمیگه و وقتی هم مثلا مصاحبه میکنه با یک رسانه مورد تایید خودش این قول رو میگیره که مثلا نگید من کدوم کشورم یعنی از لحاظ اطلاعاتی اینجوری میخواد جون خودش رو حفظ کنه توی مصاحبه هایی که تا اینجا انجام داده بارها تاکید کرده که ما چریک های ما نیروهای ما ماهانه بین 15 تا 20 عملیات نظامی رو داریم علیه طالبان اجرا میکنیم کم نیست ماهی 15 تا 20 و میگه حالا شرق و جنوب که پشتون ها طبیعتا سخت برای این جبهه بخواد نفوذ کنه ولی توی شمال و غرب از حدودا توی 20 تا استان تونستن نفوز کنن نیروهای جبهه مقاومت اگر این روایت درست باشه روایت خود مسعود و معاونینش یک مثلا قدرتی برای خودشون در حالی که خب تالبان این رو رد میکنه دیگه طالبان میگه نه اینها کسانی هستند که فعالای مجازی هستند پشت کیبورد نشستن دارن کار میکنن چون اولین مواجهه طالبان و سیستم اطلاعاتیش در برخورد با هر چالشی انکارشه اینجوری نیست مثلا بیاد بشینه بررسی بکنه تحلیل بکنه هر اتفاقی که میفته میگه نه این دروغه همچین چیزی نیست ولی حالا نوع دیگهش اینه که شبکه جبهه مقاومت رو اینا دارن خونه به خونه دنبالش میگردن توی زندانهای کابل و پنشیر بسیاری از کسانی که متهمن به همکاری با این جبهه دارن شکنجه میشن به دستور وسیق عبدالحق وسیق و نه تنها میرن خونه به خونه میگردن یورش های شبانه دارن یورش های ناگهانی دارن میریزن خونه افراد رو میگیرن وسایلشون رو ضبط میکنن این مدلی کار میکنن بلکه سعی میکنن از طریق فشار آوردن به خانواده های اون افراد هم مثلا اینها رو زیر فشار قرار بدن که حالا یه جوری کمتر بکنن جذب نیروهاشون رو توی مصاحبه ای که یکی از مصاحبه که مسعود انجام داد گفت ما 3000 تا نیروی آموزش دیده و حرفه داریم سه هزار تا مثلا عدد زیادی نیست ولی اگر این توان رو داشته باشن که ماهی 15 تا 20 عملیات رو برن خب خوبه و بارها هم تو اخبار شنیدیم که تونستن خیلی ضربه بزنن به طالبان الان کمتر شده الان کمتر شده مسعود بیشتر رفته به سمت تشکیل یک جبهه واحد اپوزیسیون اخیرا توی وین توی اتریش یک جلسه ای داشت با مثلا کسانی که مخالف طالبان بودن داشت تلاش میکرد که این جبهه واحد رو تشکیل بده دوبار اینها همین مسعود و نیروهای این جبهه رفتن توی روسیه همایش برگزار کردن جالب اصلا مواجهه روسیه با این قضیه هم جالبه روسیه داره تلاش میکنه خودش رو یک نقش مثلا میانجیگری از خودش نشون بده هم با طالبان دشمن نمیشه وضعین ارتباط داره هم با اینها با جبهه مقاومت در ارتباطه اینکه چرا با طالبان دو چون روسیه خب میدونیم دیگه اینا از دهه 80 همیشه به چشم دشمن نگاه میکردن درست شوروی فرو پاشید ولی هیچ وقت روسیه با طالبان مثلا رابطه خوبی نداشته اینکه چرا الان از 2021 سعی میکنه مثلا دشمن نشه میگن به خاطر اون تجهیزات زیادیه که از آمریکا مونده دست طالبان یه خطر به هر حال میتونه یه ضربه به روسیه بزنه به این خاطر سعی می‌کنه مثلا با طالبان دشمن نشه اینا هم خب نیروی خوبی میتونن باشن برای روسیه آمریکا رفته حالا روسیه میتونه یک نقش مثلا پررنگی رو ایفا بکنه دیگه چی از این بهتر که بیاد جبهه مقاومت رو ازش استفاده بکنه برای یه موازنه قدرت انگار میخواد تو افغانستان بین این دوتا ایجاد بکنه این راجبه رو روسیه خیلی نقش مهمه اینو داشته باشید توی اخبار توجه بکنید بهش چالش دیگه این استخبارات طالبان بعد از جبهه مقاومت فعالان مدنیان شاید اینها به ظاهر بی اهمیت باشن نه توان نظامی دارن نه سلاحی دارن خصوصا اونایی که تو حوزه زنان فعالن و اکثرا هم خانومن که مثلا به ظاهر وقتی بخوای تحلیل ظاهری بکنی میگه خب اینا اصلا اهمیتی ندارن ولی وقتی نگاه میکنی که چقدر طالبان سفت و سخت وایستاده جلوی اینها متوجه میشی نه اتفاقا اینها نفوذشون خیلی هم بیشتر میتونه باشه اثرگذاریشون هم خیلی میتونه بیشتر باشه طالبان خب از 2021 نشون داد که عقایدش راجع به زنان تغییر نکرده جلوی تحصیل اینها رو میگیره از یه سنی به بعد سن ده سالگی به بعد اجازه کار به زنان نمیده اصلا دیدیم دیگه این اخیرا یه قانونایی گذاشتن که اصلا شرم‌آور راجع به زنان و یه سری از این خانوم ها در اوج شجاعت توی همین افغانستان بلند شدن خصوصا توی کابل و اخیرا هم یک جنبشی راه افتاده به اسم جنبش خودجوش زنان افغانستان خیلی داره تلاش میکنه استخبارات که اینها رو گیر بیاره شناسایی بکنه و دستگیر بکنه سه تا از چهره های مهمشون رو اینا تونستن به نوعی میشه گفت ناپدید کردن ناپدید وقتی میگن نه اینکه حالا طرف واقعا ناپدید شده اینکه مثلا ریختن خونه فلانی چند وقت پیش گرفتنش و ازش خبری نیست این رو اصطلاحا میگن ناپدید سازی جزو روش هاییه که طالبان توی برخورده با فعالین مدنی و فعالین حقوق زنان به کار میگیره طرف رو میرن از خونش بر میدارن دیگه خبری راجبش نیست حالا بازداشت های خودسرانه و خشونت هایی که به کار میبرن اینها به کنار این سه نفر کیان منیجه صدیقی ندا پروانی و جولیا پارسی منیجه صدیقی آخرین کسی بود که اخیرا این توی اتفاقات اخیر آخرین فردی بود که تا الان طالبان رفته و ناپدیدش کرده خبری هم ازش نیست حالا خیلی میگن که این سه نفر های شناخته شده بودن و خانواده هاشون هم همکاری کردن رسانه ای کردن خیلی از فعالین حقوق زنان هستن که فعالیت کردن استخبارات طالبان رفته اینها رو گرفته و چون حالا فرهنگ قالب خیلی از شهرها و روستاهای افغانستان این نیست که اجازه بدن این رو رسانه‌ای بکنن خانواده ها به کسی اطلاع نمیدن به رسانه ها به مثلا سایت ها ها اطلاع نمیدن که مثلا دختر ما رو گرفتن یعنی میگن تعداد زندانی هایی که استخبارات داره از فعالین حقوق زنان خیلی بیشتر از این سه نفر است حالا این سه نفر که مربوط به این جنبش خودجوشه جنبش های دیگه ای هم بوده میگن تعداد زندانی ها خیلی بیشتره ولی خب از ترس بدنامی خانواده مثلا اطلاع رسانی نمی کنن. و اما مورد بعد طالبان پاکستانه که بهشون TTP میگن این یه چالش عجیب و خیلی سختی شده برای استخبارات افغانستان به چه دلیل؟ خب طالبان پاکستان 2007 اعلام موجودیت کردن و اومدن با طالبان افغانستان بیعت کردن و خوب بودن اینها با هم طالبان افغانستان مثلا میگفت خب خوب خوبه ما از اینها استفاده میکنیم کمک میگیریم برای حمله به مراکز نظامی ناتو غربی ها جمهوری افغانستان و مشکلی با هم دیگه نداشتن اما دولت پاکستان به شدت مشکل داره با اینها چرا توی شمال پاکستان یه استانی هست به اسم خیبر پختونخوا امیدوارم تلفظش رو درست بگم لطفا بگید اگر اشتباه بنویسید درستش رو مرکزش هم پیشاوره جزء جاهایی که دوره ناصرالدین شاه جدا شده از ایران یکی از خواسته های طالبان پاکستان از دولت پاکستان اینه که اینجا باید برای ما باشه یعنی قدرت میخوان و در کنارش خواسته دیگرشون هم اجرای شریعته خصوصا از 2021 که طالبان اومد قدرت رو در دست گرفت توی افغانستان الهام بخش شد برای طالبان پاکستان گفتن خب اگر اینا تونستن پس ما هم میتونیم به همین خاطر جنگشون خیلی شدیدتر شده با دولت پاکستان از گذشته بودا 2014 اینا بدترین و خونین ترین عملیات تروریستی رو توی پاکستان اجرا کردن توی پیشاور حمله کردن به یه مدرسه کشته های خیلی زیادی به جا گذاشتن ولی حالا از 2021 خیلی شدیدتر شده این قضیه حالا چیه ماجرا خب اینا توی, طال... توی افغانستان حضور دارن طالبان و پاکستان اینا همه میدونن دولت پاکستان هم بارها گفته ما میدونیم چند هزار نفر از اینها توی افغانستانن دولت پاکستان از طالبان میخواد که اینها رو جمع کنه میگه آقا اینا دشمنای ما هن. ما حامی شما ایم اصلا شکی نیست بنیاد دفاع از دموکراسی رسما گفته که آیس حامی اصلی شبکه حقانیه آمریکایی ها بارها گفتن پاکستان و پشت تالبان. آی پشت طالبان همه چیزای طالبان رو اینا دارن میدن توی جنگ 2021 بسیاری از موفقیت هایی که طالبان به دست می آورد به پشتوانه اطلاعات خاصی بود که آی بهشون میداد از تصاویر ماهواره‌ای، ای پهپادهایی که در اختیارشون میذاشتن میک های پاکستانی که میرفتن موازه افغانستانی رو بمباران میکردند بنابراین همه میدونن که پاکستان حمایت میکرده از طالبان و هنوز هم ها حالا پاکستان انتظار داره در جواب این حمایت هایی که انجام داده طالبان افغانستان این طالبان پاکستان رو بزنه اجازه نده تو افغانستان حضور داشته باشن حالا چرا میگم شده چالش برای استخبارات طالبان به این خاطر که اینا مجبورن مثلا بندبازی بکنن توی این ماه های اخیر چندین تن از رهبران TTP تی تی رو دستگیر کردن که به پاکستان بگن ببین ما دیگه کاری که از دستمون میاد رو داریم انجام میدیم ولی همچنان این اعضای TTP تی تی حضور دارن تو افغانستان راحت میرن میان پاکستان چند پیش یکی از مسئولینش گفت که ما وقتی شما به قدرت رسیدید خوشحال شدیم ما همیشه پشت شما بودیم بعد شما به دشمنان ما دارید پناه میدید یکی از مقامات طالبان هم گفت آقا ما چیکار میتونیم بکنیم امنیت پاکستان رو که ما نمیتونیم تامین بکنیم ما فقط کاری که میتونیم بکنیم اینه که نذاریم اینا توی افغانستان فعالیتی بکنن نگفته ما مثلا اینا رو از افغانستان بیرون میکنیم و گفته نمیذاریم فعالیت تروریستی مثلا بکنه علیه شما از خاک افغانستان بنابراین تیتیپی هم الان خودش یه چالشی شده برای طالبان و برای استخبارات طالبان که مشخص نیست حالا به کجا قرار ختم بشه این ماجرا چالش بعدی استخبارات طالبان دولت اسلامی شاخه خراسانه اصلا جنگ اینا با هم چیه داعش به طالبان میگه شماها مرتدید شما مشرکید اینا هم به دولت اسلامی میگن شماها خوارجید خب میدونیم طالبان دنبال این نیست نظم جهانی رو به هم بزنه دنبال اینه که خودش یک بازیگری باشه توی این نظم فعلی و به رسمیت شناخته بشه ولی دولت اسلامی کلا دنبال به هم زدن نظم جهانیه و این جنگ از گذشته بوده دیگه دشمن خونی هم دیگه دقت بکنید دارم میگم دولت اسلامی و طالبان شبکه حقانی رو فعلا بذارید کنار چون کار داریم باهاش اینا با هم دشمنن از گذشته هم بودن 2021 که طالبان اومد افغانستان رو گرفت برای یه مدتی خلع قدرتی ایجاد شد این سلفی ها دوباره اومدن رو دوباره شروع کردن به فعالیت کردن توی کابل و توی ننگرهار رو جاهای دیگه حتی تو ویدیو قبلی گفتم زندان بگرام در واقع اونجا پایگاه هواییه که خیلی از این سلفی ها رو اونجا زندانی کرده بودن تو همون تحولات 2021 چند صد نفر از اینها تونستن فرار بکنن از این سلفی ها یک جان تازه گرفت شعبه خراسان این دولت اسلامی بنابراین قوی تر شده از 2021 به بعد استراتژیش چیه حمله به مناطق شهری چرا فعلا دارم اون اوت 2021 به بعد رو میگم ها. استراتژیش حمله به مناطق شهریه توی کابل و ننگرهار چرا چون میدونه که طالبان توان مقابله با شورشهای شهری رو نداره ها عموما توی مناطق روستایی توان بیشتری دارن توی, هم... توی مبارزه کردن به همین خاطر اون موقع از همون دوره به بعد اینا حملات زیادی انجام دادن خیلی ها رو کشتن کارهای انتحاری بمبگذاری ها و دیگر کارها دیگه کم کم طالبان به خودش اومد استخباراتش رو تونست تقویت بکنه و از ننگرهار بیرون کردن اینها رو دیگه از اون به بعد این دولت اسلامی پخ شد پراکنده شد از شرق رفت به سمت شمال و غرب و جنوب و حتی از توی ماهای اخیر اگر دقت کرده باشید خبری نیست از جنگ اونها با طالبان بیشتر دارن به سمت شیعیان هزاره و به سمت صوفیه ها و اینها میرن اونها رو میکشن یعنی جنگشون فعلا با طالبان انگار مثلا مس... لغو شده انگار مثلا پازش کردن اینجوری بگم حالا قضیه چیه چه ربطی به شبکه حقانی داره این هم یکی دیگه از چیزهایی که تحلیل‌هایی که راجب به ها میگن چیه جریان میگن خب امنیت کابل گفتم عملا دست ایناست استخبارات هم که دست ایناست اتفاقی نمیفته که اینا ازش بیخبر باشن و آمریکاییان بارها این رو گفتن که منبع خشونت طالبان شبکه حقانیه خب اینا رو داشته باشید به همون پیش فرض این فرض هست که ساخت و پاخت بین دولت اسلامی شاخه خراسان با شبکه حقانیه که باشه شما میخواید این کار رو بکنید بکنید میخواید مثلا بونگذاری بکنید بکنید ولی جایی که ما میگیم رو انجام بدید جاهایی رو شبکه حقانی میخواد که اینها بزنن که در راستای اهدافشه حالا اینکه اون اهداف چی چرا اینجوری داره برخورد میشه طبیعتا ما نمیدونیم دیگه این جزء اون معادلات پنهانه ولی این جزء تحلیل هایی که هست راجع به شبکه حقانی که و حالا اصلا اینم بگم چرا دولت اسلامی این کار رو میکنه چون میخواد طالبان رو بدنام بکنه دیگه میخواد بگه آقا ببینید اینا اومدن روی کار تغییری نکرده ما همچنان نام کردیم افغانستان رو حتی به کشورهای همسایه موشک زدن بارها این شعبه خراسان که بگن حتی برای کشورهای دیگه هم نامنه افغانستان با وجود طالبان حقانی هم اگر اون فرض کودتای خزندهشون رو درست بدونیم اون موقع است که این قضیه هم معنادار میشه که به واسطه اونها مثلا اونها رو کردن نیروی خودشون در واقع دارن ازشون کمک میگیرن که طالبان رو بدنام بکنن طالبان رو تضعیف بکنن بعد حالا خودشون به یک نحوی بیان قدرت رو در دست بگیرن مطمئنا اون موقع میشه زد که چه بلایی هم سر همون دولت اسلامی خراسان میارن حالا به از اینها یه سری گروههایی هم هستن که مبارزه نظامی میکنن یا مبارزه نظامی هنوز مثلا ادعایی نکردن ولی کم کم دارن میرن به سمتش نوظهورن بعضیاشون من از اینا اسم میارم که ممکنه در آینده بیشتر توی اخبار بشنویم ازشون شورای عالی مقاومت که اینا بخشی از دولت افغانستانن که تا 2021 سر کار بودن اومدن این شورا رو تشکیل دادن جبهه آزادی افغانستانه که رهبرشون جنرال محمد یاسین زیاه هه. رئیس پیشین ستاد ارتشه جنبش آزادی بخش ملی و اسلامی افغانستانه که اینها از امنیتی های سابق افغانستانن و حالا جبهه آزادی افغانستان و جبهه سپاه آزادی و سربازان گمنام هزار دستان و جبهه نورستان غربی و جبهه ترکستان جنوبی اینها جزو مثلا اون نوظهورهان که حالا خیلی کار خاصی تا الان انجام ندادن فقط بیشتر اعلام موجودیت کردن حالا اینها اطلاعاتی بود که راجب شبکه حقانی راجب استخبارات و راجب چالش های امنیتی اینها لازم بود بدونیم مسئله هم که اخیرا ما ایرانی ها برامون مهم شده اینه که آیا این حجمی که از افغانستان داره مهاجر میاد که عموما هم غیر قانونی و مثلا از راه های مخفی دارن میان به ایران این حرف هست که یک بخشی از اینها نیروهای طالبانه ولی توی حرفا توی تحلیل ها این هست که آقا طالبان کم کم داره نیروهاش رو از دل همین مهاجرای غیرقانونی وارد ایران میکنه چرا این کار رو میکنه خب دلیلش میتونه منطقی باشه قابل درک باشه که خب اینها به فکر اینن که توی کشورهای همسایه نفوذی داشته باشن برای روز مبادا یک نیروهایی داشته باشن که خب مشخصه ولی آیا اینکه اینا کین؟ اینا وصلن به شبکه حقانی یا وصلا به طالبان خودش مسئله مهمیه بر اساس چیزهایی که مثلا توی این ویدیو شنیدید و گفتم اگر وصل باشن به شبکه حقانی قضیه خیلی خطرناکتره چون دیدیم اینا به شدت مکارن به شدت باهوشن توی کارهای اطلاعاتی و بیرحمن حالا اون سمت سنتی تر طالبان باز یه خورده به نظرم میشه گفت بهترن از شبکه حقانی اونا هم به هیچ عنوان قابل دفاع نیستن میبینیم چه به روز مردم افغانستان دارن میارن یعنی میخوام بگم اینکه اگر فرض بپذیریم که نیروهای طالبان پنهانی دارن وارد ایران میشن اینکه مربوط به کدوم یکی از این طیف‌هاش خودش مسئله است و اینکه خیلی دوست دارم اگر از عزیزان افغانستانی کسانی اطلاعاتی دارن تو این زمینه کسانی که مثلا غیرقانونی اومدن یا در گذشته بودن یا حالا اطلاعاتی دارن راجع به این مسئله که آیا واقعا هستن از دل اونها از دل طالبان که پنهانی وارد ایران شدن اگر اطلاعاتی دارن خیلی ممنون میشم بگن چون تو ویدیوی قبلی تو کامنت ها چند نفر دیدم که گفته بودن آقا ما مثلا قبلا توی وزارت اطلاعات افغانستان کار میکردیم مثلا یه سری اطلاعات تو کامنت ها بود ویدیوی قبلی ممنونم که نوشتید اونها رو ولی اگر واقعا اطلاعات دست اولی دارید بگید از طریق اینستاگرام این پایین می نویسم تو دیسکریپشن هم لینک اینستاگرام رو میذارم اطلاع بدید به من سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی از قول خودتون اگر صلاح دونستید بگم چون به حال مهمه حتی اگر شما افغانستانی هم توی ایران هستی چه قانونی چه غیر قانونی اون یه بحث دیگه است همون هم برای خود شما میتونه خطرناک باشه چون شما هم خیلی هاتون از طالبان فرار کردید اومدید دیگه میدونیم حالا با مشکلات اقتصادی و اینها به کنار که واقعا شنیدم وضع افغانستان از اقتصادی خیلی هم بد نشده با اومدن طالبان مسئله بیشتر مسئله آزادی و حقوق شهروندی و اینها سیگه یعنی تلاش بکنید خودتون هم به عنوان افغانستانی هایی که حالا میخواید تو ایران باشید میگم غیر قانونی بودنش یه بحث دیگه است اون رو به هیچ عنوان امیدوارم نباش امیدوارم قانونی بیایید تو ایران چون غیر قانونیش به ضرر هم است ولی حالا اونو بذاریم کنار ورود طالبانی ها به ایران برای خود شما میتونه خطرناک باشه به دلایل مختلف برای خود ایرانی ها هم خطرناکه بنابراین میخوام یعنی این رو به عنوان یک بگیم هموطن چون همه ما بخشی از ایران بزرگیم دیگه از شما میخوام بدونید که این مسئولیتیه که روی دوش شما افغانستانی های عزیز هست که مقابله بکنید با این قضیه و اگر هم اطلاعاتی دارید میتونید تو همین شبکه مطرح بکنید توی داکیو داراما که بقیه هم بدونن چه اتفاقی این وسط داره میفته این رو لازم دونستم بگم چون مسئله مهم روز ایرانه و خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا پایان دیدید پاینده ایران بزرگ و بدرود